واخان بدخشان از جمله پارک های ملی کشور محسوب می شود و به بام دنیا شهر است. در سالهای اخیر صدها توریست خارجی و هزاران توریست داخلی از واخان دیدن می کردند. اما در دو سال پسین به دلایل گسترش ویروس کرونا و تحولات سیاسی هیچ توریست خارجی از بدخشان به خصوص از واخان دیدن نکردند. هرچند که از این ولایت هزاران توریست داخلی دیدن کردند و امسال مسئولان محلی بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای پذیرایی از توریست های خارجی و داخلی گرفته اند. ما برای سالی که تازه آمده است، سال 1401 آمادگی های تام داریم، مردم کاملا آماده است. مکان های گردشگری بدخشان تزدیری آمدن گردشگری داخلی و خارجی هست. به گفته این مسئولان، جاذبه های طبیعی بدخشان مانند آبشارها، جهیل های طبیعی، حیوانات وحشی مانند آهوی مارکوپولو و پلنگ برفی پای توریست های داخلی و خارجی را به این ولایت می کشاند. ما در بخش طبیعی ما مثلا بلندترین قله افغانستان نوشاخه داریم که سالانه کنورهای زیادی از دنیا میان. ما در حدود 10 تا 15 تا جهیل بسیار کلان داریم در بدخشان که ظرفیت ها در دیگه ولایت نیست. حیات وحش مثل آوی مارکوپولو و پلنگ برفی ویاره در بدخشان ما داریم. اما در دو سال پسین با وجود مشکلات اقتصادی و تحولات سیاسی هزاران شهروند از این ولایت دیدن کردند. حال که وضعیت بهبود یافته خواستیم در اولین فرصت به بام دنیا و بدخشان زیبا برای گردشگری بیم. بدخشان یک از ولایت های بسیار مهم در امر گردشگری با یک سیاحت بسیار زیبا، محیط بسیار سبز، با مردم خوش اخلاق و مهمان نواز. بدخشان یکی از ولایت‌های سیاحتی و از مکان‌های تفریحی بسیار خوبی برخوردار است و در این حال اگر توجه حکومت در این راستا صورت بگیرد می‌تواند که به یکی از ولایت‌های پردرآمدی تبدیل شود در افغانستان. مسئولان امنیتی بدخشان میگویند امنیت در سراسر این ولایت تأمین است و توریست های خارجی که سالهای قبل از طریق تاجیکستان وارد بدخشان می شدند حالا می توانند ابتدا کابل و سپس به بدخشان سفر کنند.